سلام دوستان، به کانال ستاره کوکینگ خیلی خوش اومدین. این چیزی که توی تصویر میبینید خرماداغ هست که به دو روش من تهیهش کردم و هم خوشمزه هست هم مقویه. به این دو شکل آماده میشه و میتونین برای میان بعده یا برای حالا سحر افطار، اصلا کلا چیز مقویه، هر زمان شما میتونین استفاده کنین. یا حتی وقتی که مثلا توی جنوب غذاهایی مثل ماهی که تب سردی داره رو سرو میکنن، بعد حالا یا رنگینک استفاده میکنن یا همین خرماداغ. اگه دوست دارین که آموزشش رو ببینید با من همراه باشید. برای درست کردن خرماداغ من 1 کیلو خرما رو هسته‌هاش رو گرفتم، 0.5 کیلوش رو میخوام با روغن سرخ کنم، 0.5 کیلو دیگه رو با آرد. نو میریزم توی این تابه، گاز رو روشن میکنم. و روغن مخصوص سرخ کردنی هم میریزم. و خرمه ها رو توی این روغن همینجور له میکنم تا این نرم بشه و بعد بشه شکلش داد. این کار خاصی نداره، فقط اگر دوست داشته باشین میتونین پودر هل، پودر دارچین و پودر زنجبیل هم بهش اضافه کنید. اینقدر اینو توی روغن تف میدم تا کاملا له بشن و نرم و یک دست بشن. ببینید خرمای ما تقریبا یه دست شد. این از یه نمونهش تا بریم سراغ نمونه بعدی. مدل بعدی خرماداغ رو میخوام بهتون بگم. حدود 200 گرم آرد گندم رو توی تابه ریختم، آرد و مظلوم‌وایی میگیرم و به مقدار لازم روغن مخصوص سرخ کردنی بهش اضافه میکنم. دار دیگه هم روغن میریزم. و شروع میکنم به تف دادن آرد تا جایی که رنگ دلخواهم رو به دست بیارم. فقط مدام بعد آرد رو هم بزنید که نسوزه. ببینیم تا این حد این آرد سرخ شد
که به نظر من رنگش خوبه. الان خورما رو بهش اضافه میکنم. نیم کیلو خورما هست. خورمایی که هسته هاش رو گرفتم. و این خورما رو توی این آرد من همینجور له میکنم و تفت میدم تا اینا هم با هم دیگه یک دست بشن. ببینین الان دیگه خورما با آرد تقریبا یک دست شدن. دیگه الان من اینو خاموش میکنم و میذارم این مقدار از حرارت بیفته تا اون مرحله آخر رو هم اجرا کنم. آها، یه نکته این که میتونیم به این مثلا همین الان که به این شکل هست یه مقدار مغز گردوی خورد شده هم داخلش اضافه کنید، ولی من جور دیگه اضافه میکنم. بریم برای ادامه. خب الان دیگه مرحله آخر رو میخوام نشونتون بدم. این خرمادقی که قبلا درست کردم یه مقدار از حرارت افتاده، یه مقدار با دست بر میدارم. حالا خواستیم با دست کشم انجام میدیم. من راستش با دست راحت ترم. توی دست اینجوری گرد میکنیم و توی کنجد میقلتونیم. یه چند تا درست میکنم. علاوه بر این هم میتونین یه مقداری بردارین و یه تیک مغز گردو بذارین داخلش، به این شکل گردش کنید. و باز توی کنجه بغلتونید. میتونید توی پودر نارگیل هم بغلتون، میگه هرچی که خودتون دوست داشته باشید. اون یکی که با آرد درست کردم اون هنوز داغ هست، نمیتونم الان توی دستم بگیرم که بهش حالت بدم، بنابراین اینا رو انجام میدم یه مقدار، بعد میرم سراغ. خورما داغ رو که فقط خورما روغن بود به این شکل درست کردم. حالا این که با آرده، این هم یه مقدار ازش بر میدارم. البته هنوز داغ هست، ولی خب یه تیکی گردو داخلش قرار میدم، گردش میکنم. دور داغ کار کردن سخت باش برام. خب هر طوری هست گردش میکنم. همه این مواد رو به همین شکل درست میکنیم. هم خوشمزه هست، هم مقویه و به عنوان میان وعده خوشمزه و مقوی میتونین ازش استفاده کنید. اینجا حتی توی مراسمام از این خرما داغا استفاده میکنم برای پذیرایی کردن از مهمان ها. حالا یا به اون شکل درست میکنن یا به این شکل. اینم آموزش امروز. امیدوارم که لذت برده باشین و براتون مفید باشه و اگر که دوست داشتین با لایک و کامنت از من حمایت کنین تا یه آموزش دیگه. خدا نگهدارتون.